قرار اون بود که روز پنجشنبه تاسوعا جلسات شورای امنیت برای رسیدگی به دعاوی انگلیس تشکیل شود. من این مسئله را میمنت ندانستم و من تقاضا کردم که جلسات به بعد معدل شود. جلسات شورای امنیت به روز دوشنبه آتیه اون روز محول شد. در دو روز اول شورای امنیت من احساس می کردم که نمایندگان شورای امنیت با نظریات دولت ایران موافق نیستند. در روز دوم من به نمایندگان وعده دادم که در روز سوم مدارکی اظهار می کنم و دلایلی می گویم که حقانیت ایران را ثابت کنم. در آن روز یعنی در جلسه سوم من گفتم که تمام حرفهای شرکت سابق و دولت انگلیس که حمایت از شرکت سابق می کند مبتنی بر قرارداد 1933 است که این قرارداد مدرک قانونی ندارد، زیرا بر طبق اصول حقوقی هر قراردادی که باید منعقد شود طرف قرارداد باید اهلیت داشته باشد و امضا کننده قرارداد قرارداد را از روی کور و اجبار امضا نکند. من اکنون به شما ثابت میکنم که مجلس شورای ملی که این قرارداد را تصویب کرده است اهلیت نداشته و وزرایی که این قرارداد را امضا کرده اند از روی کور و اجبار نموده اند. اگر وزیری حاضر نمی شد که اطاعت امر بکند یا محبوس می شد و یا تبعید و یا در بحبس او را به قتل می رسانیدند. احکامی که از وزارت کشور برای انتخابات نمایندگان دوره نهم صادر شده بود قبل از حرکت عکس برداری شد و من بسیار زحمت کشیدم که این احکام در بین را از بین نرود و اونها را سلامت به مقصد برساند. من عده‌ای از احکام را در همان شورای امنیت قرائت کردم. پس از اون که شورای امنیت دید که مجلس نهم بر طبق این احکام تشکیل شده، پس از این که شورای امنیت دید که مجلس نهم به هیچ وجه من الوجود ملاک قانونی نداشته و یک نفر از نمایندگان مجلس نهم نماینده حقیقی ملت نبودند، به کلی رویه خود را تغییر داد و بالاخره رأی داد که تقاضای انگلیس به هیچ وجه مورد توجه واقع نشود و کار در محکمه دادگستری بین المللی که سابقا هم در اونجا مورد قبول واقع شده بود خاتمه یابد.